حالتون چطوره؟ سلام مهسا، سلام بقیه بچه ها، سلام سلام، قربون شما، مرسی مرسی. سلام سلام، نه متاسفانه. امتحان هم میگیریم. بله بگو مبین جانم چی شده محسا، شما هم بگید بگید ببینم، سریع سوالاتتون رو بپرسید تا برم. حذفیات کنکور چه میاد؟ حذفیات کنکور نیمه های آبان و یا اواخر آبان، اواخر آبان یا اوایل آذر. پرون یه هفته در میون خوبه. مرسی امیر محمد. بگو مهدی مهسا آرایا رو کامل بودی یا نبودی؟ نه هماوا نیستن، اون محمله، اون محمله. اوکی همش کن، چکرم بودی کامل. خب تستاش هم بودی دیگه. خب یه کاری بکن ببین، تست بزن، هر تستی رو اشکال داشتی برام من بفرست، یه چند تا تست با هم دیگه رفع اشکال کار بکنیم اوکی میشه. قرابت پرسیده هر دانه، قرابت هنوز شروع نکردم، موقعی که درس دادم اون موقع بهتون میگم چی کار بکنیم اوکی. قرابت هم مفهوما رو اول میگم، بعد با تکنیک با هم دیگه تست میزن. از چی مهدی؟ هانیه تایم چه کلاسی رو؟ قرابت کار میکنم، همه قرابت ها رو کار میکنم، نگران نباشید. عراق هم ایشالله سر فرصت. چه جزوه ای رو باید بفرستم برای جزوه ای نداریم که، جزوات رو فرستادیم. من اصلا گفتم تست بزن، تستایی که مشکل داری رو برام بفرست اوکی میکنم. امروز رو بپرسم ببینم تا کجا گفتم بعد میگم. خب تا کجا درس دادم؟ مرسی من خوبم. املا رو در درس میدم. نه جمله چند جزئی ها رو زهرا نجمی تستاش هم زدیم. املا رو بعدا کار میکنم، خودم درس میدم. خب تست جمله چند جزئی ها، ساختن رو بهتون گفتم. باش امیره، ساختن رو بهتون گفتم سه تا معنی داره، اینا نوشتید ایناشو؟ خب پس کامل گفتیم، حل پس کامل درس دادیم و گفتیم اوکی. بله پرسپولیس بازی دارم. خب تایم عربی ادبیات و فنون، فنون که یه هفته در میونه، ادبیات که هر هفته ساعت 4 تا 5 و ربع هستش، عربی بچه های انسانی منظورت هانیه، عربی بچه های انسانی هم شنبه ها 1:45 تا 8:45. بله شروع میکنم. این بحث جمله چند جزئی رو نداره که کتاب تستت نداره؟ مگه گاج نداری؟ گاج داره. عربی 11 هم یه هفته در میونه، ساعت 5:30 شروع میشه، 5:20 دقیقه، 5:30 داره، دو صفحه داره، فکر کنم 569-570 یا 549-550. خب بچه شروع کنم، میخوام درس جدید درس بدم اوکی. بریم بریم لطفا دیگه سوال بسته، بریم سراغ درس جدید. یا الله بریم درس جدید رو شروع کنیم، ببینیم که داستان
به چه شکلیه و چه موضوعی رو میخوام درس بدم. چی عربی رو چیکار کنیم مهدی؟ چی عربی رو؟ یعنی چی عربی رو چیکار کنم؟ الان بهتون میگم. جزوه دستنویس مهدی تو باید فعلا رو پایات کار بکنی و اینا، چون پایه ضعیفی داری، کم کم اوکی شی. عجله نکن، فعلا عجله نکن. برای تست بعد تو کلاس فنون میگم ستش. جزوه دستنویس صفحه 4 رو بیارید. صفحه 4 وسط صفحه نوشته گروه اسمی. عروض برای بچه انسانی، بله فقط بچه انسانی، عروض و قافیه تو ادبیات اختصاصی گفته میشه. پریاد چون شما بدت میاد نگیم، مگه میشه؟ درس میدیم خوب گوش کن یاد بگیری. بله شما ندارید، معلم ها درس میدن، بله معلم ها خیلی چیزا درس میدن، استاره مصرحه مکنر هم درس میدن، ولی ندارید. مهدی با کلاس باید بیای جلو دیگه، با کلاس موقعی که تست میذارم نگاه کن یاد بگیر، همون کاری که من انجام میدم و شما تو خونه روی کتاب تستت انجام بده، اوکی میشی. حالا بی خیال، بریم الان جمله چند جزئی رو درس بدم، درسشو یاد بگیر، خوب گوش کن. یه چیز دیگه بگید دوست، نمیشه واقعا این مبحث رو باید درس بدیم دیگه، بریم سراغ این مبحث و قسمت‌های دیگه. جانم مهدی، مابقی سوالا باشه برای واتساپ. مهدی سوالاتت هم پیدا نکردم، یه نقطه چیزی بفرست بیاد بالا تو واتساپ سوالاتت که بتونم بهت جواب بدم. اوکی، سوال بقیه بچه‌ها رو تقریبا جواب دادم. سمایی چجوری یاد بگیریم؟ بهتون یاد میدم، تمرین می‌کنیم سر کلاس، هم سمایی هم تکنیکی، هر دونو. اوکی بریم، خوب گوش کن. گروه اسمی، شش تا دیگه حواس با من بسته، بریم سراغ جزوه. سلام مریم، اول میخوام ببینیم اصلا گروه اسمی چی هست. گروه اسمی چی هست؟ اشکان به خانم جعفری بگو تو گروه عضوت بکن. نه تو گروه نه، بچه‌ای که سوال پرسیده بودن جوابشون رو دادم. ستایش دارید، همتون دارید. آرایه ها رو رد کن، رد که کردی جزوه دستنویس شروع میشه. صفحه یکش واجه، دو سه هم واجه، صفحه 4 میشه گروه اسمی. خودتون بگید مبین، من وقت نمی کنم اصلا بخوام به این کارا برسم، لطفا خودتون بگید که عضوتون بکنن، واقعا اصلا وقتی برام نمیمونه که بخوام اینا رو بگم. واج برای شماها نیست، نه نظام قدیم بوده حذف شده، گفتم صفحه 1 2 3 حذف بشه، 4 رو بیار از گروه اسمی شروع کنم. فقط صفحه 1 2 3 رو حذف کن، صفحه 4 بیاد گروه اسمی، میخوام درس بدم. آقا بریم بس دیگه، من سوال رو نمیبینم و میرم سراغ تدریس. مهسا حلش میکنیم، برای بچه های تیکلرن هم میگم چیکار بکنن. اینی که گفتم برای بچه های عراق بود، برای بچه های تیکلرن هم میگم چه کنم. خوب دقت کن آقا، اصلا گروه اسمی چی هست؟ بچه های دیگه من چتا رو نمیبینم، لطفا جلو دوربینم پس پیغامی نذاری، چون نمیبینم رد میشه میره بالا. گروه اسمی تعریفش چیه؟ یک کلمه یا چند کلمه، بدون کسره یا با کسره، وقتی کنار هم میاد یک گروه اسمی داریم. پس خوب دقت کن، هر وقت یه دونه کلمه باشه یک گروه اسمیه، یا چند کلمه هم کنار هم بیاد یک گروه اسمیه. حالا این چند کلمه میتونه با کسره کنار هم بیاد، میتونه بدون کسره کنار هم بیاد، به هر کدومش میگیم یک گروه اسمی. الان کتاب یک کلمه است، این یک گروه اسمیه، خودش یک گروه اسمیه. این چند دانش آموز چند کلمه است، 3 کلمه است، بدون کسره کنار هم اومده، اینم یک گروه اسمیه. هر 3 درخت بلند چند کلمه است، با کسره کنار هم اومده، یک گروه اسمیه. این 4 کتاب مفید من چند کلمه است، با کسره کنار هم اومده، یک گروه اسمیه. پس یک کلمه یا چند کلمه، بدون کسره یا با کسره کنار هم بیاد، به هر کدومشون میگیم یک گروه اسمی. به هر کدوم چی میگیم؟ میگیم یک گروه اسمی. نگاه کن اینجا رو، میگم این چند کتاب
تست ریاضی پایه 12 شهر زیبای عراق. من نگاه، کل این داستان الان یک گروه اسمیه، کلش یک گروه اسمیه، خود کتابم یک گروه اسمیه. چرا این الان یک گروه اسمیه؟ چون چند کلمه است که با کسره کنار هم اومد، بینش فاصله نیفتاد. آقا اگه حروف بینشون فاصله بندازن چه اتفاق میفته؟ اگه حروف بینشون فاصله بندازن جدا میشه، مثلا بی ازی دری بری بای کی تای چونی اگری، اینا اگه بیاد فاصله میندازه، یعنی دیگه قطعش میکنه گروه اسمی رو. پس یادت باشه حروف بینشون فاصله نندازن. تعریف گروه اسمی فکر میکنم خوب برات جا افتاد. یک کلمه یا چند کلمه بدون کسره یا با کسره کنار هم بیاد، به هر کدومشون یک گروه اسمی میگوییم، یک گروه اسمی. اینجا می نویسم حروف بینشان فاصله بندازه یا نندازه؟ فاصله نندازه. پس حروف بینشون فاصله نندازه. صادق سلام. حروف بینشون فاصله نندازه. این از گروه اسمی. آقا الان تعریف گروه اسمی رو خوب یاد گرفتی؟ بله. ببینم. بله. بله 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 یکی دو نفرم گفتن نه دیگه خنگن دیگه چیکارشون کنم، اینا رو کارش نمیشه کرد. یعنی واقعا حروف بینش نیاد. آقا به واسه در و برابر با هر جا دیدی تا اونجا گروه قطع میشه، تا اونجا گروه قطع میشه. و نه حرفای دیگه مثال غلط نداره. مثلا وقتی میاد میگه چه میدونم هر سه کتاب ریاضی در مدرسه ما، الان تا جایی که در هست میشه یه گروه اسمی، در که خودش هیچی، اینم یه گروه اسمی، این الان دو گروه جدا شد دیگه، اینا با هم یه گروه نمیشن چون حروف فاصله انداخت. نه آقا همین جزوه، فقط همین جزوه. خب این هم هست. پس حروف بینش فاصله بندازه یا نندازه؟ حروف بینش فاصله نندازه. خب بله حروف قطع میکنن. آره مبین. خب بس دیگه بریم دوباره بریم جلو دوربین. آقا گروه اسمی از چی تشکیل شده؟ حتما هسته داره، میتواند وابسته داشته باشد یا نداشته باشد. پس حتما هسته رو داره، ولی وابسته اختیاریه، میتونه باشه میتونه نباشه. نگاه کن چی داره میگه. میگه هر گروه اسمی حتما یک، مینویسی هسته داره، زیر حتما خط بکش، حتما یک هسته داره و میتونه یک یا چند وابسته بگیره. حتما هسته رو داره، میتونه یک یا چند وابسته بگیره یا نگیره، میتونم داشته باشه میتونه نداشته باشه. اما هسته چی؟ هسته اجباریه، باید باشه. پس هسته اجباریه. صدا هستی که بچه ها روحان میگه صدا نیست؟ صدا هست؟ بله. خب اوکی. پس یعنی گروهی که یک کلمه است، بچه ها خود اون یک کلمه است، است. قبول دارید؟ گروهی که یک کلمه است خود اون یک کلمه هست است. چرا؟ چون هسته وجودش اجباریه، وابسته وجودش اختیاریه. میتی وایستا عجله نکن. اوکی؟ یه لحظه گوش کن، یه نیم ساعت گوش کن، بعد اگه چیزی متوجه نشدی بپرس. خیلی سریع سوال برات ایجاد میشه. هسته و وابسته چیه؟ وایستا درس میدم، مفصل میگم. هنوز چی راجبش نگفتم. اوکی؟ بذار یه ذره بریم جلو بعد چشم. گروهی که یک کلمه از خودش هسته است. الان یاد گرفتی؟ آقا وقتی گروه یک کلمه است، اون خود اون یک کلمه خودش هسته است. یادت بشه. هسته وجودش اجباریه، وابسته وجودش اختیاری. هسته ها رو چجوری تشخیص بدیم یا هسته چی هست؟ میام صفحه بعد. هسته رو چجوری تشخیص بدیم یا هسته چی هست؟ روش تشخیص هسته در گروه اسمی. سه تا راه دارم. خوب گوش کن. تو گروه هایی که کسره دارن، بچه ها، اولین کلمه ای که کسره گرفت، اولین کلمه ای که کسره داره میشه هسته. از صفحه 4 امیر محمد.
اولین کلمه ای که کسره داره میشه هست. آقا تو گروه هایی که کسره ندارن چی؟ همیشه آخرین کلمه میشه هسته. آه پس وقتی کسره دارن اولین کلمه ای که کسره داره، اولین کلمه ای که کسره رو گرفته. وقتی کسره ندارن آخرین کلمه میشه هسته. در گروه اسمی که فقط یک کلمه است، اون یک کلمه 100% خودش هست است. اون یک کلمه 100% خودش هست است. پس هسته رو فهمیدیم چجوری پیدا بکنیم. هسته رو چه مدلی پیدا میکنیم؟ اولین کلمه که کسره داره، تو گروهایی که کسره ندارن آخرین کلمه، گروهی که یک کلمه است خود اون یک کلمه هست است. آقا تو گروهایی که کسره دارند همیشه اولین کلمه کسره دار هسته. کسره ندارند آخرین کلمه هسته. گروهی که یک کلمه است خودش هسته. مهدی خوب گوش کن، برمیگردم صفحه قبل هسته ها رو مشخص کنم. الان کتاب یک کلمه است خودش هست است. این چند دانش آموز گروهیه که کسره نداره، ای نیومده. پس دانش آموز آخرین کلمه هسته. دانش آموز هست است. تو گروهایی که کسره دارن اولین کلمه یک هست. اینجا یک کلمه بیشتر کسره نداره، پس خودش اولین کلمه کسره داره، این میشه هسته. اینجا دو کلمه کسره دارن، اولین کلمه کسره دار میشه هسته. اینجا 1 2 3 4 5 6 7 هفت تا کلمه کسره دارن، اولین کلمه کسره دار میشه هسته. پس در گروه هایی که کسره دارند اولین کلمه کسره دار هست است. در گروه هایی که کسره ندارند آخرین کلمه کسره دار، آخرین کلمه ای که کسره نداره، یعنی آخرین کلمه دیگه، گروهی که کسره نداره آخرین کلمه هست. در گروهی که یک کلمه است خودش هسته. خب میگه این مدرسه زیبا است. الان کدوم هست است؟ خب ببین این مدرسه یه گروهه، زیبا هم یه گروهه، چون بینشون مکس است، جدا میشه. این مدرسه کسره نداره که آخریش، یعنی مدرسه میشه هسته. زیبا هستم خودش زیبا میشه هست. این هم هست. جانم زهرا نجمی فقط چی؟ فنون داریم این هفته؟ نه اونا همشون هستن. کدوم همشون هستن امی محمد؟ بله وابسته پسین هم دارید. نه دیگه، این چند کتاب، کتاب تست ریاضی پایه 12 شهر زیبای عراق، کتاب اولین کلمه کسره داره، پس کتاب میشه است. چند هسته میشه توی یه گروه باشه؟ هر گروه یه هسته داره. نه چند هسته نمیشه. فنونی که خیلی عقب میفتی. صادق فنون هفته پیش داشتیم دیگه، دیگه این هفته نداریم. یه هفته در میونه. هفته پیش داشتیم. بچهای تیکلر نبودن. آفلاینشو باید ببینید. تماس بگیرید آفلاین رو ببینید. وابسته پسین دارید؟ بله. همشون نه، خود کلمه کتاب میشه هسته. خود کلمه کتاب اولین کلمه ای که هسته دار خود کتاب میشه هسته. بستم. خب خیلی عمالی. برای کرجم ملیکا. خب بله بله همه کلاس ها سه میشه. آقا بسته دیگه، دیگه دارید سوالاتتون عجیب و غریب میشه واقعا. سوالای مربوط به کتاب و داستانای دیگه واتساپ یا گروه. مهتی جان هنان سوال چیه؟ بگو ببینیم. کشتی تو ما رو، بگو بگو. تو هم آخرین نفری که سوال جواب میدم دیگه، سوال جواب نمیدم. بگو بگو بودو. اول صفحه 4 به دردمون نمیخوره، من وسطش درس دادم. این چند دانش آموز یه گروه دیگه، دانش آموز میشه هستش، آخرین کلمه ای که اومده میشه هستش. تمام شد رفت.
خب نگفتم با کسره باشه، که تو گروه های اسمی یک یا چند کلمه مریم باشه، به خانم جعفری بگو عضوتون بکنه، هر کی توی گروه نیست بچهای عراق به خانم جعفری بگه، بچه‌ها به من هیچ ربطی نداره به خدا، به خانم جعفری بگی عضوتون بکنه. این از این موضوع. موضوع دوم راجع به سوال حنانه. ببین این گروه، این چند چی گفته، این چند دانش آموز یه گروهه. گروه ها مگه یک کلمه میتونه باشه؟ چند کلمه هم میتونه باشه، بی کسره یا با کسره میتونه کنار همدیگه بیاد، یک گروه اسمی باشه. اولین کلمه‌ای که کسره داره هست است. اگرم گروهی کسره نداشت مثل این چند دانش آموز، آخرین کلمه هست است. گروهی که یک کلمه هم هست خودش هست است. خیلی راحته. من نمیفهمم. قرابت صادق. تمومه برم. گرفتی؟ کی بود؟ حنانه بود. حنانه گرفتی الان یا نه؟ الو الو. اوکی هم. بریم آقا. بریم بعدی. گروه اسمی هسته وجودش اجباریه. لطفاً بچه‌ها تا جایی که ممکنه، تا جایی که ممکنه، یعنی تا جایی که امکانش هست سوال نپرسید، چون تعدادتون واقعاً زیاده و جواب دادن به همه سوالاتتون اصلاً امکان پذیر نیست توی کلاس. یه کلاس یک ساعت رو بداریم حدود 100 نفر دانش آموز سر کلاس هم. من دونه دونه 100 تا رو بخوام اصلاً انقدر بعضی وقت سوالا سریع رد میشه که اصلاً نمیبینم. یعنی خیلی سوالای خاصی اگر داشتید دیگه خیلی مهم بود اینجا بپرسید، ما بقیه انشالله تو گروه. ای محمد الان نه دیگه، عرض کردم. خب گروه اسمی هسته وجودش اجباریه، وابسته وجودش اختیاریه. آقا هسته رو که یاد گرفتیم، میگم باز کنن گروه، چشم. هسته رو که یاد گرفتیم، تو گروه هایی که کسره دارن اولین کلمه کسره دار میشه هسته، تو گروهی که کسره نداره آخرین کلمه میشه هسته، در گروهی که یک کلمه است خود اون یک کلمه میشه چی؟ هسته. وابسته چیه؟ وابسته وجودش اختیاریه. هر کلمه قبل یا بعد هسته باشه میشه وابسته. مهدی پرسیدی وابسته چیه؟ خوب گوش کن یاد بگی. هر کلمه قبل هسته یا بعد هسته باشه بهش میگیم وابسته. اگر کلمه قبل هسته باشه بهش میگیم وابسته پیشین. اگر کلمه بعد هسته باشه بهش میگیم وابسته پسین. این هم هستی. الان یعنی صفحه قبل رو دوباره بیارم. نگاه کن نگاه کن. کتاب یک کلمه است. چند کلمه است؟ یک کلمه است. خودش هسته است. این دیگه اصلا وابسته نداره چون یک کلمه است. اجباریه رو داره که هست است، اختیاری که وابسته باشه رو نداره. این چند دانش آموز؟ دانش آموز هست است. این و چند قبلش اومدن میشه وابسته پیشین. بعدش هم که هیچی نیست. هر و سه قبل درخت اومده میشه وابسته پیشین. بلند بعد هسته اومده میشه وابسته پسین. این چهار قبل کلمه اومده، قبل هسته اومده میشه وابسته پیشین. مفید من بعد هسته اومده میشه وابسته پسین. ببین دیگه دارم کامل توضیح میدم. نگاه کن منو. اینو چند قبل هسته اومده میشه وابسته پیشین. تست ریاضی پایه 12 شهر زیبای عراق کلش چون بعد هسته اومده میشه وابسته پسین. متوجه شدید؟ الان تا اینجا متوجه شدید؟ بله 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 حله بله. وابسته مثال میگید؟ الان گفتم دیگه. چی مثال میگید؟ همه اینایی که گفتم پیشین و پسین بودن دیگه. بله اعداد کلمه به حساب میاد. خب این چهار میشه وابسته پیشین. اگه چند تا گروه اسمی بود هسته و وابستهش جدا به حساب میاد. من یکم گیر دارم خودتو داداشم آواز نمیشنم. چی شده الان گیرت کجا؟ از هسته معمولا چند تا سوال میاد؟ هسته و وابسته با هم سوال میاد. ای محمد نه با هم نمیگم. برو. خب بچه بس بریم. نگاه کن.
وابسته پیشین رو بس این تمام میخوام انواع وابسته پیشین رو درس بدم. میخوام انواع وابسته های پیشین رو درس بدم. ببینیم وابسته های پیشین چی هست. اونایی که اسمایی که قبل هسته میان. خوب گوش کن. ساخت واژش میشه پشت عام. میشه چی؟ پشت عام. آقا پشت عام دیگه چیه؟ خوب دقت کن. پ پشت عام میشه پرسشی. پش میشه پرسشی. شش میشه شمارشی. تش میشه تعجبی. میشه پشت. اینش میشه عالی، الفش میشه اشاره، میمش میشه مبهم، میشه پشت عام. یه بار دیگه. پشت عام، پش پرسشیه، شش شمارشیه، تش تعجبیه. اینش عالیه، الفش اشاره است، میمش مبهمه. سرواژه سازی کردم، اول اینا رو به هم چسبوندم شد پشت عام. آقا پرسشی کدوم است؟ پرسشی کدامه؟ چه؟ چنده؟ چقدره؟ کدام، چه، چند، چقدر. کدام، چه، چند، چقدر. یادت باشه. شمارشی کدوم هست؟ یا اصلیه یا ترتیبی نوع اول. اصلی که همون عددی که میشماریم، یک، دو، سه، چهار، الاخر. ترتیبی نوع اول چیه؟ عدد به اضافه امین. عدد به اضافه امین. آقا مثل چی؟ مثلا دو میشه دومین، سه میشه سومین، چهار میشه چهارمین. عدد به اضافه امین. حواست باشه اولین و آخرین و نخستین هم جزء همین گروه. اولین و آخرین و نخستین هم جزء همین گروه. پس یک بار دیگه، یک بار دیگه. پرسشی شد کدام، چه، چند، چقدر. شمارشی شد اصلی ها و ترتیبی های نوع یک. اصلی ها که همونایی بودن که میشمردیم. ترتیبی نوع یک عدد به اضافه امینه. عدد به اضافه چیه؟ امینه. مثل دومین، سومین، چهارمین، دهمین، پنجمین، الی آخر. آقا سه کلمه داریم استثناست. نه دوم و سوم نمیشه. گفتم امین، نگفتم ام. سه کلمه داریم استثناست. اولین، آخرین و نخستین هم جزء امیناست. نون اینا که امین ندارن. چرا؟ اولومین، آخرومین، نخستومین بوده، تلفظش سخت شد، میماش انداختیم، شد اولین، آخرین، نخستین. پس اینا هم جزء وابستگی پیشین از نوع شمارشی به حساب میان. تعجبی چیاست؟ تعجبی میگه چه، عجب، چقدر. چی شد؟ چه و عجب و چقدر. چه و عجب و چقدر. چه، عجب، چقدر. این هم از این. عالی چیه؟ عالی هر کلمه یه که ترین داشته باشه. زشترین، زیباترین، بهترین، بدترین، درسخوانترین، زرنگترین، کندترین، سریعترین، هر کلمه که ترین. نوری ترم میشه؟ نه، فقط ترین. فقط ترین. تر نمیشه. تفضیل نگفتم، گفتم عالی. تفضیل نگفتم، گفتم چی؟ عالی. آفرین. خنگترین، خرترین، اینا همش میشه. اشاره چی هست؟ اشاره شیش تاست. این، آن، همین، همان، چنین، چنان. اینا هم میشن. اینا میشن اشاره ها. این و آن و این و آن و همین و همان و چنین و چنان. بعضی از بچه‌ها میگن چه و چقدر رو هم توی پرسشی داشتیم هم توی تعجبی. اینا رو از کجا تشخیصیدی؟ اولا نوعش رو از شما نمیخوان. نمیگم پرسشی تعجبی چیه. ثانیا اگرم بخوان تو جمله به شما میدن. تکی نمیدن که بگم پرسشی یا تعجبی. تو جمله تو جمله میفهمید. شما یه موقع میگه چقدر پول؟ این سوالیه. یه موقع میگه چقدر پول؟ این تعجبیه. شما میگه چه هوایی؟ این تعجبیه. یه موقع میگه چه هوایی؟ چه هوایی رو دوست داری مثلا؟ چه هوایی؟ ببین این سوالیه. بستگی داره به لحن جمله. اشاره اینو آنو همینو همانو چنینو چنانه. بله این موردایی که میگم فقط همینایی که من گفتم، شما اضافه نکنی، همیناست فقط. بله. مبهم چیاست؟ هر، همه، هیچ. این سه تا. هر، همه، هیچ. چند، فلان، دیگر. این شیشتا. بعضی و برخی. بعضی و برخی. اینم شد هشت.
اینا هم مبهم است. هر همه هیچ چند فلان دیگر بعضی و برخی. بچه ها وابستای پیشین همینایی بودن که بهتون گفتم. اوکی مبهم چیه؟ یه نوع وابسته پیشینه دیگه. شامل چی هست؟ هر و همه و هیچ و چند و فلان و دیگر و بعضی و برخی. همین. خب هر همه هیچ چند فلان دیگر بعضی برخی. حالا گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن تا الان چیا رو درس دادم یه بار دوره کنم. چند توی پرسشی هم از توی مبهم هست. گفتم دیگه الان توضیح دادم. باید از روی جمله بفهمی. یه موقع میگم چند کتاب خریدم. اینجا مبهمه. میگم چند تا کتاب. یه موقع میگم چند کتاب. چند تا کتاب بخریم. چند تا. چند کتاب بخریم. اینجا داریم پرسشیه. اوکی داریم میپرسیم. خب. یه بار جزوه رو از اول از جایی که گفتم میارم. احیانا اگر کسی جایی مونده میخواد عکسی بگیره. البته جزوه رو که بچه‌ها دارن نباید عکس بگیرن. اما باز به هر حال اگه کسی جایی جا مونده کارش رو بندازه. این از گروه اسمی. این از گروه اسمی. مبهم یعنی مشخص نیست. بله مبهمه. وقتی میگه هر همه چند فلان اینا. بله دقیقاً فاطمه. اصلا از جمله متوجه میشید. این گروه اسمی. میرم صفحه بعد. روش تشخیص هسته. این که هسته وجودش اجباری وابسته اختیاریه. پیشین داره پسین داره. پیشین قبل هسته پسین بعد هست. پریا پریا نبود. سه صفحه اول حذفه. نه درس نمیدیم حذفه دیگه. تا پنج و ربع کیمیا. مریم مگه پارسال سر کلاس میومدی؟ جزوه پارسال تغییری نداشت. خب صفحه آخرم که درس دادیم این بود. وابسته های پیشین پشت آن بودن. پرسشی و شمارشی و تعجبی عالی و اشاره و مبهم همینا. تست که الان نمیشه. خیلی راحته. الان یاد گرفتی؟ بهار الان یاد گرفتی؟ خیلی عمالی بهار. معمولا املا و دستور سختن محمد. ای محمد مهاجرانی خیلی عمالی. آره این که بخوایم خیلی از اول بخوای بالا بزنی که امکان پذیر نیست. حتی برای رتبه‌های یه رقمی هم کم کم زیاد میشه. امیر محمد مهاجرانی میگه آقا تو گروه اسمی حروف فاصله بندازن یعنی چی؟ ببین منو گروه اسمی یک کلمه است یا چند کلمه است بدون کسی یا با کسی کنار هم میاد. هر جایی حروف اومد قطع میشه. گروه اسمی قطع میشه. قبل اون یه گروه به حساب میاد بعد اونم یه گروه به حساب میاد. همین. چرا سختش میکنی؟ بعضی از بچه‌ها یه جوری درس رو سخت میکنن. املا هم درس میدن. یه جوری درس رو سخت میکنم من گاهی اوقات شک میکنم. یعنی مثلا من یه جور عجیب و غریبی دارم میگم که اینا نمیفهمن. یا مثلا موضوع یه چیز خیلی سخت مثلا فیزیک کوانتومه. نه فیزیک مثلا چرت و پرت دبیرستانه. مثلا فیزیک خیلی چیز خاص و خفنیه. دکتر حسابی رو باید بیاریم مثلا درس چیکار باید بکنیم؟ یعنی یه سوالای عجیب و غریبی میپرسن بعضی از بچه‌ها. به خدا قسم من جا میخورم. آره خب حالا ادامه بدیم. مهدی نمیدونم حالا صحبت بکنید ببینیم چی میگه. نمیشه امکانش نیست چون اجازه باز شدن نداره.
امروز رو مود نیستی. نه اوکی هم. خب این تو اینجا، این تو اینجا حواظ رو من یه سوال دارم، دیگر جز وابستگی پیشین هست یا نیست؟ اینو بگید. دیگر جز وابستگی پیشین هست یا نیست؟ آره دیگه هست، هست. آره جز کدوم ها بود؟ گفتن یه سری از بچه جز مبهم ها بود، هر همه هیچ چند فلان دیگر. بعد جز وابستگی پیشین از نوع مبهم بود، جز وابسته های پیشین از نوع مبهم بود. وابسته پیشین بچه قبل هست میاد یا بعد هسته؟ ببینم تایپ کن، یه قبل یا بعد بزن. قبل، آفرین آفرین، قبل هست میاد. خب اما یه چیزی بچه سوال میپرسه که نوری ولی ما بیشتر مثلا میگیم روز دیگر، کتاب دیگر، مرد دیگر، داستان دیگر، فیلم دیگر، نکته دیگر. چرا دیگر رو بعد اسم میاریم؟ مگه نگفتی پیشینه؟ آها قدیما قبل می اومد، امروزه بعد میاد. خب ما چیکار کنیم الان؟ پیشین بگیریم، پسین بگیریم؟ خیلی راحت، نگاه کن نکتهشو یاد بگی، گوش کن گوش کن، بسم الله. اینجا رو میگه دیگر قبل هسته باشه پیشینه. پس قبل هسته باشه چیه؟ پیشینه. بعد هسته باشه پسینه. بعدش بیاد پسینه، قبلش بیاد پیشینه. یعنی مثلا وقتی بگه دیگر روز باز اتفاق افتاد، الان روز هست است، دیگر قبلش اومده، پس میشه وابسته پیشین. اما وقتی بگه روز دیگر، اینجا روز هست است، این میاد بعدش، میشه وابسته پسین. گرفتی؟ بله. توی کتاب درسی میگفت دگر روز باز اتفاق افتاد، که روزی رسان قوت روزش بداد. دگر روز، اینجا دگر قبل اسم اومده، پس وابسته پیشینه. اما وقتی میگه روز دیگر، دیگر میشه وابسته پسی. آقا دیگر قبل اسم اومد پیشینه، بعد اسم اومد پسینه. همین. ای محمد الان چی متوجه نشدی؟ ای محمد بگو. پسین مبهم نداره. نه دیگه، پسین مبهم ها جز پیشینا بودن. ای محمد چی متوجه نشدی؟ بگو برای توضیح بدم. ببین دیگر قبل اسم باشه پیشینه، بعد اسم باشه پسینه. اینجا قبل روز اومده پیشینه، اینجا بعد روز اومده پسینه. توضیح نداره. خب روزم که حساسیه. الان دیگر روز مگه کسره نداره؟ آخرین کلمه است دیگه، پس حساس. روز دیگر هم اولین کلمه کسره داره، پس حساس. روز دیگر خودش حساس داره. اوکی امی محمد، امی محمد گرفت. یکی از دخترامون هم بود، اون چی بود؟ شما هم گرفتی؟ پسین حالا نوشو نگفتم که پسین ها رو درس بدم بعد متوجه میشین. امیرعلی فاطمه عداوند بود، متوجه شدی فاطمه؟ خب یکی دو جلسه قبل چی درس دادیم؟ جمله چند جزئی درس دادیم، اولین مبحث زبان فارسی. گروهی که یک کلمه است میتی فقط خودش میشه هسته دیگه، چون یک کلمه بیشتر نیومده، هسته وجودش اجباریه. پس گروهی که یک کلمه میگن هسته است ولی وابسته نیست، وابسته خالی نمیتونه بیاد، باید هسته باشه که وابسته بیاد. خب همه رو بریم نگاه کن، خوب دقت کن. آقا همه نوری چندمین کلمه کسره دار هسته است؟ اولین کلمه کسره دار هسته است. یه بار دیگه چندمین کلمه کسره دار؟ اولین کلمه کسره دار هسته است. یک بار دیگه، اولین کلمه کسره دار هسته است. وقتی میگه همه مردم، الان کدوم کلمه کسره گرفت؟ همه.
همه اولین کلمه یکی که اصلی گرفته، چون داریم میگیم همه مردم، همه اولین کلمه یکی که اصلی گرفته. آیا همه رو هسته بگیریم یا نه؟ استثناءن کسره همه رو حساب نکن. کسره همه مهم نیست، همه چه با کسره بیاد چه بدون کسره بیاد، با کسرش مثل همه مردم، بی کسرش مثل همه جا، همه کس، همه وقت. همه چه با کسره بیاد چه بدون کسره بیاد، همه رو وابسته پیشین بگیر از نوع مبهم، کلمه بعدیشو بگیر هسته. پس نگاه کن، همه چون جزء پیشیناست هسته نمیتونه باشه. همه چه با کسره چه بی کسره بیاد، همیشه وابسته پیشینه و کلمه بعدیش هست است. پس چه با کسره چه بی کسره بیاد، همیشه وابسته پیشینه، کلمه بعدیش هست است. کدوم کلمه هست است؟ کلمه بعدیش. همه کس، همه الان وابسته پیشینه، کس هست است. همه دانش آموزان، همه وابسته پیشینه، دانش آموزان هست است. یاد گرفتی الان؟ متوجه شدی؟ همه چه با کسره چه بدون کسره بیاد، وابسته پیشینه، کلمه بعدیش میشه هسته. پس همه همیشه وقتی بعدش یه اسم دیگه هست، خودش رو وابسته پیشین بگیرن نوع مبهم، کلمه بعدیش رو هسته بگیر. امیر محمد صفحه 1-2-3 حذفه، عرض کردم. همه نمیتونه پس این بشه. نه خب، مگه اینکه بعد هسته بیاد دیگه، مثلا کتاب همه. آره بک. خب تا اینجا یاد گرفتید. اگه گفته بود نه دیگه، همه یه چند دانش آموزان معنی میده؟ اصلا معنی داره؟ خدایی معنی نمیده که. صفحه 5 رو میارید، حالا فعلا تازه آوردم، دوباره بعدم میارمش. از چی ناراحت شم آقای محمد؟ نه ناراحت نمیشم به خدا. چون الان اینجا کتاب همه، محمد رضا عبیری، کتاب همه، کتاب هست است، درسته؟ کلمه بعدیش که میشه همه، بعدش اومده دیگه میشه وابسته پس اینجا. بگو کیانا. اگه قبل اسم باشه محمد رضا، ببین قبل هسته هرچی بیاد پیشین، بعد هسته بیاد پسین دیگه، اون بعد هسته است دیگه، ربطی نداره. لیلی و مجنون یک گروه جداست، عاشق یک گروه جداست، که توی لیلی و مجنون، لیلی مجنون خودش هست است، توی عاشق هم خودش هست است، اینجا وابسته نداره کیانا. مثل چی اشکان؟ نمیشه که آخه. خب آقا بسته دیگه، ولش کن بریم آقا، سوال دیگه بس. تا یه جایی سوالا خوبه، بعد اون دیگه میره توی چرندیات. حواس با من نگاه کن، این داستان چیه. آره مهتی بس بریم، نگاه کن من یکی بگه کتاب مفید، مفید چه نقشی داره؟ کتاب مفید، مفید چه نقشی داره؟ نه مفید چه نقشی داره، نگفتم وابسته است یا نه، چه نقشی داره بچه ها؟ آفرین آفرین آفرین. مفید صفته، مفید صفت، نگید هست و وابسته، هست و وابسته نقش نیستن که، چه نقشی داره؟ مفید صفت. گل زیبا، گل زیبا، زیبا چیه؟ زیبا چیه؟ زیبا هم صفت. باریکلا. خب این نوع صفت رو بلدید، این نوع صفت رو بلدید. حالا اینو یاد بگی، نگاه کن اینجور میگم وابسته های پیشین، وابسته های پیشین
کدوماست؟ پرسشی، شمارشی، تعجبی، عالی، اشاره، مبهم. پشت عام، پشت عام، اونا وابسته پیشینن، به شرطی که بعدشان اسم بیاد. هر یک یک صفت هم. این هم یه نوع جدید صفت. این هم یاد بگیر. یعنی تو بلد بودی گل زیبا زیبا میشه صفت. این هم یاد بگیر که اگر یک وابسته پیشین یا چند وابسته پیشین داشته باشی بعدش اسم بیاد. الان این وابسته پیشین جز اشاره ها، بعدش اسم اومده، خود وابسته پیشین هم میشه صفت. این اگر این بود این گل زیبا، دو تا صفت داشتی، یه دونه زیبا صفته که بلد بودی، یه دونه هم وابسته پیشینی که بعدش اسمیات صفت. وابسته های پیشین به شرطی که بعدشان اسم بیاد هر یک یک صفت هن. آقا وابسته های پیشین به شرطی که بعدشون اسم بیاد هر کدومشون یک صفت هن. یه دقیقه جاها سوال منو بده ببینم. بله گل هست، این گل فلان. آره دیگه خود وابسته پیشینه صفته. بله دقیقا. الان این کودک چند تا صفت داره؟ سری تعداد بهم بده، فقط عدد بزن. این کودک چند تا صفت داره؟ چند تا صفت؟ آفرین آفرین. اونایی که میگن دوتا، ای کلاس حضوری بود کتک میخوردید به خدا. این کودک یه دونه صفت داره. کدوم کلمه صفته؟ بگو کدوم کلمه صفته. تمام. آقا وابسته پیشین داره دیگه این. بعدش هم اسم اومده. پس این میشه صفت. تمام شد. هر سه دفتر چند تا صفت؟ برو. هر سه دفتر چند تا صفت؟ سری. کودک هستش دیگه چرا؟ وقتی دوتا کلمه بدون صدا کسی میاد آخری هستش. چرا میگید یه دونه بچه ها؟ مگه هر وابسته پیشین نیست؟ سه هم وابسته پیشینه، بعدش هم که اسم اومده. پس هر میشه صفت، سه هم میشه صفت، دو تا صفت داره. خب این چند دانش آموز زرنگ الان هسته کدوم دانش آموز؟ چرا؟ چون اولین کلمه ایه که چی گرفته؟ کسره گرفت. این میشه هسته. آفرین خیلی راحت. اینو چند دو تا وابسته پیشینم، پس دو تا صفتم. زرنگم که صفته، سه تا صفت. اینو چند پیشینم، بعدش اسم اومده صفت صفت. زرنگم که بعدش اومده، اینم صفت. خوبه ستایش. وابسته پیشین اگه بعدشون اسم بیاد هر کدوم یک صفت هست ستایش. این کودک، این وابسته پیشینه، بعدش اسم اومده، پس این صفت. نه وابسته پسین نه مایده، عجله نکنیم. راجب پسین هنوز درس ندادیم، صحبت راجبش نکنیم اصلا. بذارید درس بدیم بعد راجبش صحبت میکنیم. آره دیگه یاسم. بعضی آدم ها بعضی میشه صفت. مبین نه نمیدونستم، مرسی که گفتی، I love you. خب فاطیما گفتم هر از گاهی برمیگردم عقب جزوه رو میارم، همون لحظه دیگه حواستون باش. الان ببین وقتی اینجا هست الان باید بنویسید، چیزی ناقص نمونه. اوکی پس بنویس دیگه. من رد شدم سخت برگردیم. همه مردم همه صفت. بله چون مردم بعدش اسم. آقا وابسته پیشین، پرسشی ها، شمارشی ها، تعجبی، عالی، اشاره، مبهم ها، اگر بعدشون اسم بیاد خود وابسته پیشین نمیشه صفت. خود وابسته پیشینه که بعدش اسم اومده میشه صفت. نگو امیرعلی هرچی قبلش بود دیگه، همین چیزی که گفتم رو بگو. بگو وابسته پیشینی که بعدشون اسم بیاد وابسته پیشینه میشه صفت. تمام شد رفت. اینجوری خیلی راحت تر. صفت چیه؟ مهدی ولش کن. چی کار داری؟ وابسته پیشینی که بعدش اسم بیاد صفته. امین یاد بگیر ولش کن آقا. وابسته پیشینی که بعدش اسم بیاد. امین محمد. وابسته پیشینی که بعدش اسم بیاد. چی میخواد تو تست بذاری؟ تو تست میبینیم. وابسته های پیشینی که بعدشون اسم بیاد. امین محمد گفتم بعدش اسم بیاد شرط. الان چرا دو تا صفت میشه؟ خب به خاطر اینکه اینو چند دو تا وابسته پیشینم و بعدشون اسم اومده دیگه. این دانش آموز
چند دانش آموز، بعدشون اسم اومده، پس دو تا صفت. زرنگ هم که صفته، سه تا صفت. آره صادق، اگر رفتار انسانی رو به حیوان بدی اون هم میشه. بله، یعنی چی امیر محمد پنج تا صفته؟ چی داری میگی؟ نه فاطمه، بگو زهرا صحرایی. چاکرم. کلاس فنون یه هفته در میونه، هفته پیش داشتیم، این هفته نداریم. هر چند تا میتونیم صفت داشته باشیم امیر محمد؟ بله، توی یه متن میتونیم هر چند تایی داشته باشیم. زرنگ گفت زرنگ اینجا چون قبلش کلمه ای نیومده اینجا خودش رو میگیریم هسته، اما اگه بگه پسر زرنگ گفت سیگه زرنگ واسه پسر میشه صفت. ولش کن بگذریم آقا، تمامه دیگه، بس دیگه، بس سوالی جواب نخواهم داد، زر رو دیگه سوال جواب نمیدم، بریم ادامه. جز به چه قیمتیه که اینا رو من نمیدونم، اینا رو باید با آموزشگاه هماهنگ کنید. همه سوالاتتون راجع به کلاس و داستانای دیگه رو با آموزشگاه هماهنگ بکنید. آره صادق، اوکی. جزوه رو اگه کسی میخواست از اول صفحه اولش، من سوالا رو نمیبینم الان. آخه چرا سوال میفرستید؟ من نمیدونم الان اصلا سوالا دیده نمیشه، همینجوری سوالا که پشت سر هم میاد رد میشه میره. این هم صفحه دوم. آفرین امیر محمد. آره زر، این هم وابسته پیشین. خیلی عمالی. این هم این قسمتش. خب میرم وابسته پسی. به نظر شما اگر تکنیکا رو خوب زر باید پیغام بدیم. به نظر شما اگر تکنیکا رو خوب بلد باشیم چند میتونیم بزنیم؟ یک. با تو باید درس اول خیلی خوب یاد بگیری. درس یاد گرفتی، تکنیکایی که تو تست زدن دارم رعایت میکنم، مثل تکنیکایی که جلسه پیش توی جمله چند جزئی زدم رو یاد بگیری، بری تو خونه تست بزنی، اشکالاتتو در بیاری کنار تستات، اشکالاتتو یادداشت بکنی، اوکی بشه، بعد تستای زیادتر بزنی، هی هر دفعه تعداد غلطات کمتر بشه، به این مرحله برسی دیگه ان شاءالله همه سوالا رو میتونی جواب بدی، به شرط اینکه تکنیکا رو اوکی کنی. خب وابسته های پسین چیست؟ دقت. وابسته های پسین چیست؟ مورد یک و دوش رو خط بزن، اینا رو شما ندارید. سه دست است. صفت های شمارشی ترتیبی نوع دو، صفت بیانی مضاف الیه، همین سه تاست. همین سه تاست. صفت شمارشی ترتیبی نوع دو چی هست؟ ببین ترتیبی نوع یک عدد به علاوه اومین بود دیگه، اینجا میگیم عدد به اضافه اوم، مثل دوم، مثل سوم، مثل چهارم، عدد به اضافه اوم. حواست باشه کلمه اول، کلمه آخر و کلمه نخست هم جزء صفت‌های شمارشی ترتیبی نوع دوه.
آقا اول و آخر و نخست که ام نداره، بوده اولم آخرم نخستم، تلفظ سخت شد، میماشو انداختیم شد اول آخر نخست. پس یعنی اول آخر نخست هم اگر بعد از هسته بیاد بعد یه اس بیاد، اونا هم وابسته پسینن. وابسته پسین که شدن، وابسته پسین که شدن نقششون چیه؟ صفتن. چرا نقششون صفته؟ چون داریم میگیم صفت شمارشی ترتیبی نوع دو صفته. یعنی الان وقتی میگیم زنگ اول، اول صفت از نوع پسینا، زنگ آخر وایسا، زنگ آخر، آخر صفته از نوع پسینا. اوکی؟ یا مثلا چه میدونم سال چهار روم، چهار روم صفته از نوع پسینا. چه نوع پسینی؟ صفت شمارشی ترتیبی نوع دو. صفت بیانی مضاف الیه چیه؟ ببین صفت بیانی مضاف الیه روبروش نمیخوام چیزی بنویسی، پس روبروش چیزی نمیخواد بنویسی. خوب گوش کن بچه ها، یه لحظه جواب سوال من رو بدید ببینم. جواب سوال من، را اومده، کلمه قبل را چه نقشی داره؟ جواب، وقتی را اومده کلمه قبل را چه نقشی داره؟ مفعول. وقتی به و از و در و بر و با داریم کلمه بعدی چه نقشی داره؟ به از در بر با، کلمه بعدی چه نقشی داره؟ متمم. باریکل باریکل. حالا منو وقتی کسره اومد ا یا یه، کلمه بعدیش یا صفته یا مضافانه. آقا وقتی کسره اومده ا و یه، کلمه بعدیش یا صفته یا مضافان الیه. نگاه کن اینجا رو، اینجا رو نگاه کن، جلوشی چی ننویس؟ پایین نکته پایین رو بنویس. هر کلمه بعد از صدای کسر ا یا یه بیاد، یا صفته یا مضافون الیه. هر کلمه بعد از صدای کسر اومد، یعنی بعد ا یا یه اومد، یا صفته یا مضافون الیه. الان میگید که مثلا خانه من، من بعد از صدای کسر اومده، من یا صفته یا مضافون الیه. خب من که صفت نیست، پس من مضافون الیه. یا ما میگه پدر بزرگ مهربان، مهربان بعد از صدای کسره اومده، یا صفت یا مضافون الیه. خب شما میدونید مهربان صفته، پس این میشه صفت. شما میگه دانش آموز زرنگ، الان اولین کلمه‌ای که کسره گرفته دانش آموزه، بعد دانش آموز هسته است، زرنگ بعدش اومده، وابسته پسینه. حالا چه نقشی داره؟ چون بعد از صدای کسره اومده دانش آموز زرنگ، دانش آموز زرنگ، زرنگ یا صفت یا مضافون الیه. بعد از صدای کسر اومده یا صفت یا مضافون الیه. خب زرنگ صفت دیگه، پس وابسته پیسی پسین، چی گفتم؟ پیسین. وابسته پسین صفت از نوع صفت. 4 و 5 نه، 1 و 2 رو گفتم حذف کن. 4 و 5 گفتم جلوش چیزی ننویس، بیا پایین بنویس یا صفت یا مضافون الیه. خانه من مضافون الیه بود، بله. خب سوالی نیست، برم بعدی، ادامه رو درس دادم راهی تشخیص صفت هم مضافون الیه. برو بریم برو بریم برو بریم برو بریم برو بریم. خدا شاهده کسی الان بگه صفحه قبلی رو بیار، من میدونم اونا، یعنی بذار ببینم اینا. فاطمه رحیمی، خودت لفت میدی یا من لفتت بدم؟ خب خب بله، حنان خانه حساس. اوکی برم. صفت بیانی چیه؟ همون کلمه بعد از صدای کسره اگر صفت باشه میشه صفت بیانی. 4 و 5 روبروش چی ننویسم محمد؟ بیا نکته پایینی رو بنویسم. روبروش چی ننویسم؟ همین کاری که من اینجا کردم، شما هم همین کارو تو جزوهت بکن. تمام شد. آقا راه تشخیص صفت از مضافون الیه. نوری بله، مگه نگفتی کلمه بعد از صدای کسره یا صفت یا مضافون الیه؟ چرا؟ گفتم کلمه بعد از صدای کسره حتما یا صفت یا مضافون الیه. خب نوری از کجا بفهمیم صفت یا مضافون الیه؟ اینو از کجا بفهمیم؟ از کجا بفهمیم کلمه بعد از صدای کسره صفت یا مضافون الیه؟ اینو چجوری تشخیص بدم؟ خوب گوش کن. میگیم همیشه اول به کلمه بعد از صدای کسره تر و ترین بده، یه تر و ترین میده به کلمه بعد از صدای کسر، به معنی میده یا معنی نمیده. اگه معنی بده صفته، معنی نداد مضاف الیه. آقا کلمه بعد از صدای کسر که یا صفته یا مضاف الیه، بهش تر و ترین بده، ببین تر و ترین میگیره یا نمیگیره. الان شاد بعد از صدای کسر اومده، گلهای شاد، بهش تر و ترین بده، شادتر، شادترین معنی میده، پس شاد صفت.
گلهای شادی. شادی تر شادی ترین داریم؟ نه. پس شادی مضافون الیه. به کلمه بعد از صدای کسره تر و ترین میدیم، گرفت میشه صفت، نگرفت میشه مضافون الیه. یه راه دیگه، یه راه دیگه، گلهای شاد بین دوتا کلمه کسره است. گلهای شادی بین دوتا کلمه کسره است. میگه میتونیم کسره بین دو کلمه رو برداریم، کسره بین دو کلمه رو برداریم، یعنی بشه گلها شاد، گلها شادی، آخرش اس یا هستند بذار. به این معنی میده یا معنی نمیده؟ گلها شاد هستند معنی میده. اگر معنی داد شاده میشه صفت. گلها شادی هستند معنی نمیده. اگه معنی نداد شادی میشه مضاف الیه. این است. الان نگاه کن، گل امید. دو تا راه داریم، میتونیم به کلمه بعد از صدای کسره تر و ترین بدیم، امیدتر امیدترین، معنی نمیده، پس میشه مضاف الیه. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، کسره شو برداریم بگیم گل امید، آخرش یه اسم بذار، گل امید است معنی نمیده، پس امید مضاف الیه. کتاب مفید، به کلمه بعد از صدای کسره تر و ترین بده، مفیدتر مفیدترین، این میشه صفت. میتونیم کسره رو برداریم، کتاب مفید، آخرش یه اس بذار، کتاب مفید است این معنی میده، پس مفید میشه صفت. ترکیب وسیع همونیه که صفت داره دیگه، هر چی که صفت داره ترکیب وسیع، هر چی هم که اضافه است ترکیب اضافی. یه بار دیگه من نگاه، آقا من کسره نداری، به کلمه بعد از صدای کسره تر و ترین بده، معنی داد صفت، معنی نداد مضاف الیه. میتونیم اگه بین دو کلمه کسره نیومده کسرهشو برداری، آخرش اس یا هستن بذاری، معنی داد صفت، معنی نداد مضاف الیه. گرفتی؟ گلهای شادی، یهشو باید برداری بگی گلها شادی هستن، معنی داد؟ نه معنی نداد، پس شادی مضاف الیه. گلهای شاد، گلها شاد هستن، معنی داد، پس شاد صفت. یاد گرفتی تا اینجا؟ نه. خب نه دیگه یاد نمیگیری، ولش کن، ترک تحصیل کن، بیخیال. والا به خدا هر چی میگه میگه یاد نمیگیرم، یاد نمیگیری، چیکار کنم؟ ترکیب وسیع همون موصوف صفت، ترکیب اضافی مضاف مضاف الیه. بله اون یه نکره نیست، یه نکره صدای ای میده امیرعلی، اگه میگو گلی یا گلهایی اون یهش میشد یه نکره. به خدا واضح تر از این دیگه اصلا نمیتونم بگم، یعنی ماید خیلی، یعنی شما باید دو تا دبیر ادبیات دیگه به جای من بیام بهتون درس بدن، شما ببینید سخت گفتن یعنی چی. یارو یه جوری میگه خود من متوجه نمیشم، بعد دانش آموز میفهمه. الان دیگه با این وضوح و با این راحتی میگم، باز یه سری متوجه نمیشن دیگه، اینو نمیشه واقعا کارش کرد. این دوستان باید برگردن ابتدایی. الان درصدی که خوب بزنی توی فارسی یا عربی به نظرم اگر 40-40 خورده میزنی خوبه، برای الان خوبه. آفرین امیر محمد، بگو مبین، خیلی هم عالی ستایش عزیز. آره واقعا دارم شک میکنم، بگو بگو مبین بگو. نه هنوز سام نیست. مرسی زهر، آفرین امیر محمد، عربی 86 زدی باری کلا، من هنوز 20%. بیا بالا دیگه، کم کم بیا بالا هنانه، اوکی میشی. ادبیات 55 خوبه خوبه. نه درس هم نیست. باش کم کم بیایید بالا زهرا نجمی. آره یه هم همون کسره است، جز آرایه های اختصاصی بچه های انسانیه، جزوه املا جدا میدم. بله متن عربی هم کار میکنه. آفرین مبین، خب خیلی عمالی. بریم بچه بچه های بریم 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 بریم. اجازه بدید اجازه بدید اجازه بدید. متن عربی هم میزنیم بر الان، نه بذارید درس بره جلو، بعدن
به موقعش خودم کار میکنم. اینا رو همه رو تو ذهن دارم، نگران نباشید، همه رو دونه دونه طبق مرحله‌ای که داره با هم دیگه کار میکنیم. خب تا اینجا گفتم، یه جمله آخرم بگم، درس تموم شده، درس این جلسه تموم شده، بعد بخونید جزوه رو، جلسه بعد اگر اشکالی چیزی بود باز چشم من انجام میدم. تو باید فاطمه بیگلری، چون یه خورده عقب افتادیم، نه هنوز درس تموم نشده که فاطمه بتونیم تست بزنیم، زمان میبره. فاطمه بیگلری، چون یه خورده از بچه‌ها عقب افتادی یا از روال کلاس عقب افتادی، تو باید دو موتوره کار بکنی، یعنی همزمان هم آرایه یه تایم بذاری، مثلا تو هفته یه دو ساعت بر آرایه‌ات بذاری، یه دو ساعت هم برای چیزایی که الان درس میدم بذاری، همزمان بیاری جلو، یکشو اول نخونی بعد یکی دیگه شو. اوکی میگم گروه کلا براتون باز کنن که راحت بتونید سوالاتتون رو بپرسید دیگه، اینجوری فردی نفرستید سوالاتتون. حواس با من بذارید، من قسمت آخر رو هم بگم. فاطمه محمودیان گفتم الان نه دیگه، وایس بذار کارو انجام بدم بعد. دقت کن، وقتی کسره هست کلمه بعدی یا صفت یا مضاف اله. از تو تر و ترین گرفت صفته، از تو تر و ترین نگرفت مضاف اله. حالا یه نکته باحال میگه، میگه اگه کلمه بعد از صدای کسره، الان اینجا یه کلمه هست بعدش ای یا یه هست، بعدش یه کلمه هست، این کلمه یا صفته یا مضاف اله. میگه اگه کلمه بعد از صدای کسره یه کلمه جمع باشه چی؟ اگه یه کلمه جمع باشه حتما مضاف اله، هیچ وقت صفت نیست، یعنی یه جمع بعد صدای کسره بیاد. مثلا کتاب دانش آموزان، دانش آموزان جمعی که بعد صدای کسره اومده، جمعی که بعد از صدای کسره بیاد حتما مضاف اله. چرا؟ چون کلمه بعد از صدای کسره یا صفت یا مضاف اله. در زبان فارسی صفت ها جمع بسته نمیشن، پس اگر جمع اومده صفت نیست، پس چیه؟ حتما مضاف اله. آقا هرگاه کلمه بعد از صدای کسره، ببین بعد صدای کسره جمع باشه، 100% مضاف اله، 100% مضاف اله. چرا؟ چون صفت ها در زبان فارسی همیشه مفردند، این از این همیشه مفردند. آقا خاطر کاروانیان، کاروانیان جمع بعد صدای کسره اومده، جمع بعد صدای کسره میشه مضاف اله. میدان خالی کردن کسان، جمع بعد صدای کسره اومده، جمع بعد صدای کسره میشه مضاف اله، هیچ وقت صفت نمیشه. چرا؟ چون صفت ها در زبان فارسی همیشه مفردن، جمع بسته نمیشه. مذکرم هستن حالا مهم نیست، یعنی ه نمیگیرن صفت ها، یعنی مدیره، شاعره اینجوری نمیشن، خانم مدیر اینجوری. خب بچه‌ها تا همینجا کافیه، لطفاً خوب بخونید. جلسه بعدی دوره میکنم و ازتون میپرسم. حالا اگر کسی سوالی چیزی داره میتونه بپرسه، من راهنماییش بکنم. یه هم میتونه کسره باشه، بله کسره هست، خسته نباشید. صفحه قبلی رو میگه بیارید فعلا بچه‌ها. مرسی، شما هم خسته نباشید. درباره یه نکره یه توضیح میدی، یه نکره صدای ای میده، مثل مردی، کتابی، داستانی، قصه ای، روزی، اینجوری صدای ای میده، بهش میگن یه نکره. شما هم خسته نباشید. این صفحه 6، بله میتونید برید، مشکلی نیست. کم کم مهدی باید بیاری بالاتر. الان آزمون مدی 10% بیای روش. آزمون بعدی 5% بیای بالا. 10%. کم 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 باید بیای بالا. فعلا اشکان جان. کلمه بعد از صدای کسره از سوتر و ترین بگیره صفت نگیره مضاف الیه. کلمه بعد از صدای کسره جمع باشه مضاف الیه. صفحه 7 قسمت بالاش. اینم قسمت پایین صفحه 7. نه وقتی میگه مثلا نتیجه تلاشگران، چون جمع مضاف الیه
چون جمع مضاف صفت باشه جمع بسته نمیشه، یادت باشه. اما وقتی میگه پسر تلاشگر، اینجا چون مفرد صفت، خیلی عمالی، برس حتما فاطمه خسرو بگی که بتره کنیم. اختیار داریم مبین. ته زیر امید نیست، گل امید زیرش خط کشیدم نمیشم امید مضافانه لیه. همین. خسته نباشید. زرای سهره 0919-011-76-30 0919-011-76-30 یه منظورتون یه نگر از یک اصره برای مضاف مضافانه.